بنی صدر ناچار به ترک کشور شد و آقای رجایی هم در عملیات انفجاری کشته شد. سومین رئیس جمهوری غیر روحانی یا غیر معمم آقای احمدی نژاد است. خیلی بر این اعتقاد هستن، نه اینکه آقای احمدی نژاد گلی به سر این ملت یا مملکت زده، ابدا، که علالایی بر سر این بابا آوردن و تمام چیزها را کانالیزه کردن به این دوره 8 ساله که میگن در جهنم عقرب هایی هست که آدم به مثاله، که همه باز همچنان اعتماد کنن به همین ملایان حاکم. و در این فضا هست که آقای رفسنجانی مثلا چهره سازنده دیده میشه، آقای خاتمی 8 سال کشور در دستش بود باز چهره قابل اعتماد، یا آقای حسن روحانی و بقیه. گویی که همه این آقایون نبودن که در دوره آقای احمدی نژاد ساکت بودن حداقل، یا حمایت کردن. به واقع مسئولیت این وضعیت فعلی کی هست آقای امید مهر؟ اعدام ها، عدم امنیت، گرانی، فقر فزاینده و و و بقیه مسئول، چپاول های میلیارد دلاری کی هست؟ عرض کنم شما واقعا به اون رگ حساس مسئله بدبختی فعلی مردم ایران از کجا بودیم به کجا رسیدیم گذاشتید و جان کلامم اینجا هست که ما یک حاکمیتی داشتیم، اون حاکمیت بر اساس حالا انقلاب یا هرچی تغییر پیدا کرد، عنوان جمهوری اسلامی ایران بهش دادن در اون رفراندوم، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، و حاصلش این شد. یعنی بزرگترین مشکل مردم ایران طی 30 چند سال گذشته دخالت دین در مسائل سیاسی و حکومت. در طول تاریخ زندگی بشر در کره زمین هر موقع دین در سیاست و حکومت دخالت کرده، پدر مردم در اومده. در قرون وسطا قدرت پاپا بود و شاههای اروپا، و چه شما میدونید و چه مشکلاتی بر مردم اروپا رفت، یا در آفریقا یا در جای دنیا، کشورهای آسیایی. یکی از مشکلات اصلی و اساسی جمهوری اسلامی این است که مذهب و دین رسما در سیاست و حکومت دخالت میکنه. بالاتر از اون یک فردی به نام ولی مطلقه فقیه در رأس هرم قدرت هست، بقیه امت حساب میشن، دستور ایشان هست. در همین مذاکرات اتمی هم قرار بالاخره به این نتیجه رسید که آقای ظریف و دیگران کاره نیستن و باید با آقای خامنه ای کنار بیان. این هست که آقای اوباما به ایشان نامه نوشت. و غیر از این، قدرت بسیار بی نهایتی است که در قانون اساسی در اصل 110 به ولی فقیه دادن. یعنی در واقع تمام قدرت های اقتصادی، امکانات مملکت در اختیار ایشون، در دستور ایشان هست. و ضمناً با توجه به اینکه ولی فقیه باید یه حصار امنیتی دور خودش داشته باشه، قدرت زیادی به نیروهای وابسته به خودش و منتصبین خودش مثل قوه قضاییه که باید عدالت، شما اشاره کردید به فساد، به عدم عدالت در ایران، به اعدام ها. آقای خامنه ای میتونه یعنی بر اساس اصل 110 رئیس قوه قضاییه رو ایشون انتخاب میکنه و حریم امنیتی آقای خامنه ای هم اختزان میکنه. کسی یک ذره یا به قول شما یک تارمو از زیر این حجاب بیاد بیرون، تمام بنیاد اینا به هم میخوره. به خاطر همینم است که الان مردم ایران مشکلاتی دارن، و این در حالی است که در جامعه جهانی هیچ کشوری بر اساس قوانین دینی و مذهبی اداره نمیشه. حتی اسرائیل هم در قانون اساسیش بر سکولاریسم تاکید شده، و اگر اونا هم به دموکراسی منطقه تبدیل شدن به خاطر عدم دخالت در مذهب بوده. در هیچ کدوم از کشورهای دنیا در جامعه جهانی ما دولتی رو نداریم که مذهب در سیاست دخالت بکنه. البته عربستان هست، بعضی از کشورهای هاشمی‌نشین خلیج فارس هست، ولی آنچنان که در ایران هست
یک تافته جدا بافته ای در یک جامعه بین المللی که اونا یه حرف دیگه ای میزنن، قوانین اصول روابط دیگه